میبریم میریم برای فینال، میریم برای سینال سوم و همه هم همدل بودیم. یه دفعه یه شوک که خیلی بدی بهمون وارد شد که دو تا بازیکن فیکس رو گذاشتن بیرون و نمیدونم چرا. قاعدتا کسی ترکیبی که توی این شرایط تا اینجا رسیده ماله. کمتر کسی بهش دست میزنه، منطقیش اینه. البته فکر میکنم نه، درست میگی، کاملا منطقی. اسامی رو خوندن، من مثل همیشه که خواستم، یعنی اصلا تو اردوی قبل از بازیتون، تمرینات قبل از بازی هیچ اتفاقی نیفتاده بود؟ دقیقا قبل بازی یه دفعی شما اصلا فکر کنم برای اینجایی که میخواستم بره تو زمین، یعنی چه دیگه داشته میرفتی تو زمین؟ داشتم میرفتم تو زمین تا دم خط. بعد آقای میرحسینی در گوشم گفت تو نیستی. من نمیدونستم چه عکس‌العملی باید نشون بدم، خوشحال بشم، ناراحت بشم، اگر دل به دست آوردن باشه اونجا جاش نیست. آقای سنوبر روز شنبه که اصلا نیومدن سر تمرین، روز یک شنبه هم که اومدن گفتن کمرم درد میکنه. من فکر میکنم که مربی ها روی این نظر داشتن. حالا باز از خودشون میتونیم بپرسیم، ولی من حتما میپرسیم. بله، ولی نظر من فکر میکنم روز قبل بازی که مشکلی نداشتی داشتی؟ نه، من به وادی گفتم که محمد بوی خوبی نمیاد. گفتش که چرا؟ گفتم من یه چیزی دارم میبینم، حسمه. بحث اینه که مورد کادر فنی با بازیکنش باید رو باشه دیگه. فکر میکردی به تیم ملی دعوت نشی؟ اصلا نه، به خاطر اینکه واقعیتش، نه به خاطر اینکه تیم ملی ارث کسیه، نه اصلا این نیست. من خودم رو میذارم کنار، شما نه به عنوان یه مجری، به عنوان یه بیننده یا اساتید و کارشناسا، پیشکسوتا. من حسن سنوبرم، یعنی ظاهر و باطن همینم، بدون اینکه تا حالا یک بار کمیته انضباطی رفته باشم، حرف اضافه‌ای زده باشم، حد و حدودهای خودم رو ندونسته باشم. عملکرد فنیم هم که تا اینجا خوب بوده، فینال هم که بازی کردی. چرا، چی جوری، واقعیتش هیچ ادعایی نیست. فقط یه گلگی که من دارم اینه که اون روزی که من برای آسیب زانوم رفتم پیش آقای لوزانو، گفتم من نمیخوام جای کسی تنگ بکنم، آسیب دارم. گفتن زمان نیست، باید باشید و تمریناتون رو بکنید تا ببینیم. گفتم نه، من قبل از شروع تمرین ها اومدم بگم آقای خوشخبر عزیز منه، شاهد این موضوع هست که من گفتم اصلا نمیخوام جای کسی رو تنگ بکنم. من که اینجوری فکر کردم، من که هیچ ادعایی هیچ وقت نداشتم، کما اینکه الان هم ندارم. واقعیتش این که اردو دعوت نشدم، نه، برای خود من شوک بود. من حقیقتش فکر میکردم دیگه امسال بتونم به تیم ملی دعوت بشم، چون واقعا هم مردم دیدم بازی ها رو، هم خودم این احساس داشتم که بهترین عملکرد داشتم امسال. پوشیدن پیرهن تیم ملی برای هر ورزشکاری مهمه. من دوست دارم تو المپیک بازی کنم، دوست دارم حداقل دو دوره بازی کنم تو المپیک.